ملت‌های مختلف جهان رفتار ناخوشایند و نامطلوب ایران رو تحمل کردند در خاورمیانه و خارج از خاورمیانه، اما اون دوران به پایان رسیده. این ضربه ضربه حیثیتی بود، ضربه به ابهت آمریکا بود. این ضربه با هیچ چیزی جبران نمیشه. حالا اعلام میکنن که ما تحریم کردیم، تحریم ها رو افزایش میدن، اما این کار نمیتوانه آبروی از دست رفته آمریکا رو برگردانه. بعد از یک دوره پرحادثه بین ایران و آمریکا، چه کسی برنده ماجراست؟ همچنین در برنامه امشب، فشار بر ایران برای تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراین. وزارت خارجه میگوید کانادا کاسه داغ‌تر از آش شده. جنجال بر سر ادعای آلودگی شیر و لبنیات در ایران. مسئولان در مورد سلامت محصولات تضمین دادند. صدای پاد از همه جاده ها میاد، انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میاد. وقتی که و بازخوانی آهنگ سوغاتی برای 30 سالگرد درگذشت هایده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در هفته‌های اخیر ایران و آمریکا تا پای جنگی تمام عیار پیش رفتند و سطح مناقشه را به بالاتر از هر زمانی در 40 سال اخیر رساندند. آمریکا با کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ایران را در موقعیتی دشوار قرار داد. ایران هم با حمله موشکی مستقیم به پایگاه‌های آمریکا در عراق از یک خط قرمز بزرگ گذشت. در این گیرودار چندین رخداد بی سابقه و جنجالی دیگر ایران، منطقه و جهان را در ترس و نگرانی فرو برد. مهمترین آن اشتباه فاجعه آمیز پدافند سپاه پاسداران در ساقط کردن یک هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین. آیا حالا دو طرف به خانه اول بازگشتند؟ جنگی سرد و بیشتر لفظی که از طرف آمریکا با سیاست فشار حد اکثری دنبال شده و از طرف ایران هم با فشار غیر مستقیم علیه منافع آمریکا از طریق گروه‌های شبه نظامی همسو در کشورهای منطقه. این دور از مناقشات برنده داشت؟ اگر داشت کدام طرف؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم همین الان با میهمانان برنامه. اول مکس آبرامز، استاد علوم سیاسی دانشگاه نورث ایسترن و نویسنده کتاب قواعد شورشیان، روش پیروزی در تاریخ پیگارجویی، که از بوستون آمریکا با ما هستن. آقای آبرامز، از نظر شما کدوم طرف برنده این مناقشه بود؟ مناقشه‌ای که حدود 3 هفته اخیر طول کشید و لحظاتی به اوج خودش رسید، یا روزها و ساعت‌هایی؟ میتونید هر وقت یک مناقشه نظامی هست، این وسوسه هم هست که تصمیم بگیریم که تعیین کنیم کی برنده بوده. در واقع وقتی یک مناقشه بین المللی، یک رویاروی بین المللی هست، به ندرت یک پیروز خیلی مشخص داریم و اغلب هر دو طرف میتونن بازنده باشن. در این مورد خاص من یک برنده روشن و مشخص نمیبینم و قطعا فکر نمیکنم که آمریکا یک برنده مشخص این قضیه، برنده قاطع خواهد بود، چون پیامدهایی هست که یک مقدار همپوشانی با هم داره، این پیامدهای مثبت و منفی. به عنوان مثال از دیدگاه آمریکا اگه به قضیه نگاه کنیم، یک مسئله، یک پیامد به طور بالقوه مثبت اینه که آمریکا سلیمانی رو کشت و این نشون میده به ایران، نشون داد به ایران که آمریکا سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی سپاه پاسداران رو به عنوان یک نیروهای مستقل از ایران نگاه بهشون نمیکنه، نشون داد به ایران که از نظر اونها اینها همه یک پارچه هستن از نظر آمریکا، و آمریکا امیدواره که ایران به واسطه این قضیه دوچار بازدارندگی بشه، باز داشته بشه از استفاده از نیروهای نیابتی خودش، از جمله قدم‌هایی که می‌خواست برداره همچنین برای رسیدن به یک سلاح هسته‌ای. از طرف دیگر این آسونه که خیلی راحت به
نکات منفی، پیامدهای منفی این قضیه به هزینه‌های اون اشاره کنیم. ما تصاویری دیدیم در ایران، عزاداری گسترده، سوگواری گسترده طرفداران قاسم سلیمانی. بنابراین این هم ممکن هست که رژیم ایران به واسطه این کشته شدن سلیمانی تقویت شده باشه به جای اینکه تضعیف شده باشه. همچنین محتمل هست که سپاه پاسداران نه تنها دچار بازدارندگی نشه، بلکه به اصطلاح تحریک بشه. اگر به عنوان مثال به خشونت در یمن نگاه کنید، حوثی‌ها به نظر نمی‌رسه که تضعیف شده باشن و جانشین سلیمانی گفته که او مصممه که انتقام بگیره. حسن نصرالله رهبر حزب الله همچنین قول داده که انتقام گرفته بشه. اگر به تهران گوش بدیم، می‌بینیم که هرچه بیشتر داره راجع به کاهش تعهدات خودش، حتی خروج از برجام، نقض برجام، حتی خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT صحبت می‌کنه، بیشتر کردن غنی‌سازی اورانیوم، از این چیزا صحبت می‌کنه. بنابراین میشه تصور کرد که کشتن سلیمانی حتی اثر منفی داشته باشه. بنابراین من هیچ بینی برنده روشنی اینجا نمی‌بینم و از طرف دیگه می‌بینیم که وضعیت بین ایران و آمریکا از گذشته بدتر شده. آمریکا شاید در یک موضع ضعیف‌تری و ناامن‌تری باشه از نظر روابطش با ایران. در مورد احتمال یک جنگ یا درگیری چه فکر می‌کنید؟ تقویت شده یا تضعیف شده؟ در درجه اول یک احتمال مناقشه نظامی تمام و کمال و مستقیم رو بین تهران و واشنگتن خیلی محتمل نمیدونم. این قضیه رو ممکنه که بین هم موشک پراکنی کنن دو طرف سمت هم، ولی خب ایالات متحده یک نیروی هژمونیک و بیرقیب نظامی هست در سراسر جهان که همتایی نداره و هیچ نیروی از جمله ایران نمیتونه که مقاومت کنه در برابر آمریکا در چنین نبردی. بی تردید آمریکا برنده خواهد برد. اما به هر حال ممکنه که این یه جوری به ایران به اصطلاح مهمات رسونی کرده باشه. آمریکا ایران نیروهای ماهری داره در چارچوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سلاح‌های خطرناکی داره و بنابراین ایران قصد خواهد داشت یا تمایل داره که بره به سمت یک جنگ به اصطلاح غیر متقارن علیه منافع آمریکا. در این جنگ میتونه چهره‌های مختلفی، وجوه مختلفی به خودش بگیره، چون ایالات متحده در سراسر جهان منافعی داره، از جمله در عربستان سعودی و در عراق. بنابراین ممکنه شاهد حمله حوثی‌ها به سعودی‌ها باشیم، ممکنه شاهد حمله شبه نظامیان عراقی به شبه نظامیان شیعه عراقی به منافع آمریکا در عراق باشیم، ممکن شاهد حملات حزب الله به اسرائیل باشیم، ممکن شاهد حملاتی به منافع آمریکا در قالب بخش خصوصی شرکت‌های نفتی باشیم، ممکن شاهد حملات سایبری ایران باشیم. بنابراین این پاسخ‌ها بیشتر محتمل است که ببینیم تا اینکه بخوایم شاهد یک جنگ مستقیم بین ایران و آمریکا باشیم، چون قطعاً برندش ایران نخواهد بود. به نظرم نتیجه حرفای شما این میشه که گویا سیاست صبر استراتژیک ایران با سیاست جنگ نامتقارن علیه منافع آمریکا جایگزین شده. در این صورت ادامه سیاست فشار حداکثری آقای ترامپ کارساز خواهد بود، ایران رو از ادامه راهش باز خواهد داشت. فکر میکنم بازدارندگی به صورت 100% اتفاق نخواهد افتاد. فکر میکنم که سپاه پاسداران همچنان خاری در پهلوی منافع ایالات متحده خواهد بود در سراسر جهان. اما با وجود این، خب محدودیت های هم هست برای اینکه ایران تا چه اندازه میتونه پیش بره در تحریک کردن ایالات متحده، چون طبیعتاً دولت ایران، رژیم ایران میخواد همچنان بر سر قدرت باقی بمونه و اگر
به طوری آمریکا رو مجازات کنن، ازش انتقام بگیرن که خیلی دردناک باشه برای آمریکا، به ویژه غیر نظامی ها در اون بهشون لطمه برسه، کشته بشن، اون وقت رژیم ایران در خطر سقوط قرار خواهد داشت و طبیعتاً رژیم ایران نمیخواد تا اون مرحله پیش بره. بنابراین بازدارندگی به این معنیه که ایران نخواهد خواست که خیلی جلو بره در این قضیه، اما به هر حال از تاکتیک های به اصطلاح نامتقارن علیه ایالات متحده میتونه استفاده کنه. ممنونم از مکس آبرامز، استاد علوم سیاسی دانشگاه نورث ایسترن از بوستون آمریکا با ما. دو مهمان دیگه هم داریم، یوسف عزیزی پژوهشگر سیاست خارجی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سی با ما، و همینطور احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میسوری از واشنگتن دی سی. سوال اول رو از آقای هاشمی میپرسم. آقای هاشمی، حرفای آقای آبرامز رو شنیدید، از نظر شما آنچه که الان دیده میشه بعد از دوری از تنش حاکی از دست بالای کدام طرفه، آمریکا یا جمهوری اسلامی؟ بی تردید دست بالا رو امریکا داره، در این تردیدی وجود نداره که ترامپ برنده بود. البته حاکمیت ایران هم به طور کامل بازنده نبود، ولی اون چیزی که تردید وجود نداره این هست که مردم ایران بودن که بازنده اصلی بودن. حالا من به طور خیلی خلاصه اشاره کنم، ترامپ برنده بود در این قضايا، در این داستان، به خاطر اینکه بزرگترین سازمانی رو که طبق در لیست تروریستی خود نهادهای امریکایی قرار داشت رو این رو معدوم کرد، یعنی آقای قاسم سلیمانی رو، که این به مدت 20 سال بود یک کتازی میکرد و برای منافع امریکا و حتی برای صلح و ثبات منطقه از بن لادن، البغدادی و ملا عمر هم به مراتب خطرناکتر بود. باز ترامپ در این داستان در واقع دست بالا رو داره و برنده بود، به خاطر اینکه این موضوع، یعنی معدوم کردن دومین و قدرت، یعنی فرد قدرتمند در حاکمیت ایران، به تعبیری ارزش پرستیژی داشت، چرا که تصویر آمریکا، پرستیژ آمریکا، کاریزمای آمریکا خدشه‌دار شده بود بعد از اینکه در دولت اوباما اون سربازان آمریکایی به اون شکل تحقیرآمیز و خفتبار دستگیر شدن و به نمایش در اومدن، بعد از اینکه تأسیسات نفتی عربستان رو ایران هدف قرار داد و واکنشی از طرف امریکا دیده نشد، این تأسیساتی که متعلق به دنیا هست و فقط متعلق به عربستان نیست، پهپاد امریکایی باز زده شد و واکنشی نشون داده نشد، و این برداشت و این دریافت ایجاد شد که امریکا دیگه تمایلی نداره و یا قادر به حفظ اون نظم نوین جهانی در دنیای تک قطبی پس از سقوط شوروی سابق نیستش، و این ایران رو جری کرده. و خب همه این اقدامات باعث شده بود که امریکا تحت فشار قرار بگیره، دولت ترامپ تحت فشار قرار بگیره که اقدامی بکنه، و بالاخره اقدام کرد. و همچنین از نظر تضعیف محور مقاومت به اصطلاح، این خوشنودی اسرائیل و لابی یهودی رو در امریکا به همراه داشت. از نظر انتخابات سال 2020 که در واقع در نوامبر امسال برگزار میشه، بسیار برای ترامپ دستاورد بزرگی بود و انتخاب مجددش رو تقریبا قطعی کرد. از نظر بحث به حاشیه بردن استیضاح، حداقل برای مدتی به یاری ترامپ شتاب. و از نظر دیگر، حالا بخوایم ایران رو هم نگاه کنیم، خیلی خلاصه بخوام بگم، ایران بازنده کامل نبود، چون که خبرگزاری‌های وابسته به سپاه مثل نسیم و فارس اینها در بوق و کرنا کردند که پس از پرل هاربر، پس از جنگ جهانی دوم، این نخستین باری بود که ایران یک کشور، یک ارتش خارجی این جسارت رو به خرج داد که نیروهای آمریکایی رو هدف قرار بده. و از این نظر به ویژه برای ایران اهمیت داشت که بزرگترین چالش داخلی، یعنی بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در ایران جریان داشت و تونست جمهوری اسلامی اون رو به حاشیه ببره، یک ناسیونالیسم کاذب ایجاد بکنه. و همچنین از این بابت مهم بود که آقای خمینی و همچنین آقای خامنه‌ای بارها صحبت از جنگ کردن، که جنگ و یا دشمن به عنوان یک نعمت، و این میتونه یک به شکل باز کاذب هم شده یک اتحاد ایجاد کنه. و باز آخرین مطلب رو من اشاره بکنم، و اون این که موضوع دستیابی ایران به بمب اتمی احتمالی رو این هموار میتونه بکنه، این فضایی که ایجاد شده و فضا بسیار از نظر شما رادیکال شده و این ممکنه که به نفع تندروها هم تموم بشه. آقای عزیزی، شما چی فکر میکنید؟
با عرض سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگان عزیز. من متاسفانه موافق نیستم با حرفای ایشون، مخصوصا در مورد ثمره‌ای که برای سیاست داخلی آمریکا برای آقای ترامپ داشته. ببینید، آقای ترامپ و دولت آمریکا حالا در کل و مخصوصا آقای ترامپ که اومدن سر کار 3 سال پیش، اهدافی رو داشتن در این منطقه. یکی از اهداف اونها این بوده که مقابله کنن با نفوذ منطقه‌ای ایران، دومین که مقابله کنن با داعش. بعدم که آقای ترامپ در کمپین انتخاباتشون همیشه بیان می‌کردن که از نقاطی که نقاط درگیری هست و خطر جانی برای نیروهای آمریکایی داره و هیچ منفعت مادی و سود مادی ملموسی هم برای نیروهای آمریکایی نداره، ما باید نیروهامون رو خارج بکنیم، همونطور که سعی کرد از سوریه خارج کنه، همونطور که زمزمه‌هایی هست که ممکن از عراق هم بخوان نیروهاشون خارج کنن، از افغانستان دارن با یه حالت صلحی می‌خوان خارج بکنن، و همینطور مسائل اقتصادی که خب همیشه بوده. ببینید، این عملی که انجام شد، در واقع این ترور ناجوانمردانه‌ای که انجام شد، عملا فضای داخلی عراق رو که بر ضد حالا یک نوعی بر ضد نفوذ منطقه ایران بود رو کاملا برگردون دوباره بر ضد آمریکا کرد، به خاطر اینکه خب یک حمله‌ای بود که هم به نیروهای ایرانی هم به نیروهای عراقی و نیروهای رسمی عراقی شد بدون مجوز دولت عراق، بدون اجازه گرفتن. همین که دیدیم که پارلمان عراق اومد بر ضد آمریکا بیانیه صادر کرد و در واقع یه قانون تصویب کرد که هر چه زودتر نیروهاشون رو خارج بکنن، نیروهای نظامیشون رو، و در واقع فضا رو برعکس کرد اتفاقا. همینطور ما می‌بینیم که نه تنها اعضای کنگره دموکرات، بلکه اعضای کنگره‌ای که عضو حزب جمهوری خواه هستن، در مورد این اقدام و اینکه این اقدام آیا میتونه در دراز مدت به همون معنای بازدارندگی و به همون معنای مقابله با نفوذ منطقه ایران تاثیر بذاره، جای سوال داشته. ما در مورد اون در واقع اطلاعاتی که به صورت محرمانه عنوان شده بود برای اعضای کنگره، روی همونا سوال گذاشتن، حتی اعضای ریپابلیکن. شما ببینید، در واقع سپاه پاسداران و نیروی قدس و نیروهای نظامی ایران و سیستم حکومتی ایران یه سیستمی نیست که با زدن یه نفر یا با در واقع از بین بردن یک نفر، شهید کردن یک نفر، ما مثلا بتونیم که اون کل نظام رو از بین ببریم، کل سیستم سپاه و نیروی قدسش رو از بین ببریم. نه، یه همچین اتفاقی نیستش. در واقع جایگزین دارن، جایگزین‌های جدید میان وای میسن و اینطور نیست که رو نفوذ منطقه ایران تاثیر بذاره، اتفاقا میتونه در دراز مدت رو نفوذ منطقه ایران تاثیر مثبت بذاره. بسیار خوب. آقای هاشمی، آقای عزیزی و بسیاری از تحلیلگران در خصوصا در داخل حکومت ایران بر این اعتقادند که سیاست فشار حداکثری آمریکا اگر بخواد منجر به تغییر رفتار حاکمیت بشه، چنین نشده و اگر تا با این فشارها به هدف خودش نرسیده، پس کی میخواد به نتیجه برسه؟ ببینید، قبل از هر چیزی ایشون صحبتاشون رو من میخواستم یک اشاره داشته باشم که ایشون صحبت از ترور ناجوان مردانه میکنن، در واقع کسی که دستش به خون مردم ایران آلوده هست، به خون مردم سوریه آلوده هست، نیم میلیون شهروند سوری و مردم عراق و کلا داستان فرقه گرایی در کل خاورمیانه، ایشون رو شهید مینامه، ایشون رو و صحبت از ترور ناجوان مردانه میکنه، در حالی که اگر قرار است صحبت از ترور ناجوان مردانه ما داشته باشیم، باید یادی بکنیم و از 1500 نفری که به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها اومدن و توسط همین اعضای سپاه و بسیج و دیگر تشکیلات‌های سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی کشته شدند، و ایشون همچنین صحبت از این میکنه که در عراق این مصوبه بود که به شکل خیلی ضعیفی، چون که کردها اون رو وتو کرده بودند، عرب‌های سنی در اون حضور نداشتند، بخش‌هایی از سنی ها، شیعه ها، حتی اون شیعه هایی که ما الان در خیابان‌ها هستیم، می‌بینیم که بیشترین آماج حملاتشون متوجه جمهوری اسلامی هست. در نجف که قلب تشیع عراق و حتی جهان هست، ما می‌بینیم که دو سه بار اینها سفارت ایران رو بهش حمله ور شدن. در نتیجه اینجا من احساس می‌کنم مغالطه‌های زیادی وجود داره، ولی من سوال شما رو حالا اگر لطف کنید یه بار دیگه تکرار بکنید. من عرض من این بود که اگر سیاست حد اکثری منجر به تغییر رفتار ایران نشده باشه، با این فشارها بعد از این چه تضمینی وجود داره که نتیجه بخش باشه؟ ببینید، یعنی مماشات در مقابل جمهوری اسلامی هم در واقع ما مشاهده کردیم که جواب نمیده، ولی فشار حداکثری باعث شده طبق آمار، طبق ارقام، فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی کمتر شده،
کمک هایی که به حزب الله لبنان و به دیگر گروه های میلیشیا و شبه نظامی انجام میده کمتر شده. ولی ما عکس این رو مثلا در دوره دولت اوباما شاهد بودیم که وقتی مبالغ کلانی، حالا چه در قالب هواپیما و غیره، دارایی های بلوکه شده ایران به جمهوری اسلامی بازگردانده شد، این تأثیرش این بود که ما مثلا در قضایای جنبش سبز و غیره مشاهده میکنیم که خشونت و رفتار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بیشتر شد در داخل و همچنین در منطقه. ما ببینیم که اون سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه قدس تشکیل شد. آمریکا به صورت روشن گفته بود که سیاست فشار حداکثری برای تغییر رفتار حاکمیت. بله، ببینید، سیاست فشار حداکثری تا اینجای کار هم من احساس می‌کنم موفق بوده، نه در تغییر رفتار حاکمیت بلکه در تضعیف اون اقدامات مخرب جمهوری اسلامی. خب آقای عزیزی، شما چی فکر میکنید؟ بله، من فقط یه جواب کوچیک بدم. ببینید، ما نباید مسائل با هم قاطی بکنیم. ببینید، سپاه قدس وظیفش اصلا خارج از مرزهای ایرانه و باید احترام بذاریم به کسانی که هم میتونن منتقد سیاست های داخلی باشن، مسائلی که در داخل اتفاق افتاده، بی‌عدالتی ها و هر گونه ظلم و ستم دیگه، و همینطور موافق و در واقع پشتیبان سیاست هایی باشن که برای اقتدار و امنیت کلیت نظام و ایران هستش. من مثلا این حرفا رو نباید قاطی بکنیم و نباید تهمت بزنیم اینها رفتار درستی نیستش. من می‌خواستم دو مسئله رو به صورت خیلی کوتاه بگم. ببینید، هدف ایران در غرب، هدف جمهوری اسلامی در غرب منطقه، در غرب کشور، در واقع سوریه، عراق، این هست که یک محور مقاومت رو در واقع این چهار شهر، تهران، بغداد، دمشق و بیروت رو بتونه یک اتصال استراتژیک بین اینها ایجاد بکنه. دومی مثلا اینه که با گروه‌های تروریستی تکفیری مثل داعش مبارزه بکنه و سومی که حفظ خطوط مرزی بکنه. مسائل دیگه هم هستش. تمام این دیدگاه‌های استراتژیک و اهداف استراتژیک ایران یک مشکل اساسی داره و اون هم حضور نظامی نیروهای آمریکا اینجاست که در بسیاری از مناطق هم در واقع بدون دنگیدن قوانین بین‌الملل، هم داخل سوریه بدون دعوت از دولت سوریه، هم داخل عراق الان این مشکلی که ایجاد شده. برای همین ایران هدفش رو گذاشته برای اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه غرب آسیا. این هدف اصلی ایران هستش که اگه به این هدف برسه با کمترین هزینه، اون وقت این بیشترین در واقع پیروزی و ثمری هستش که ایران میخواد. مثلا نباید صفر و یک ببینیم که آیا الان جنگ میشه، کی برده کی نبرده اینا. باید در دراز مدت ببینیم که چه کسی میتونه درست از مهرهای خودش بازی بکنه و بتونه اون طرف دیگر رو در واقع مهرهاش رو و اون در واقع مکانیزم‌های قدرتش از بین ببره. من در مورد آقای ترامپ فقط یک نکته لازم بگم. شاید کسانی که با آقای ترامپ رای دادن و کمپین انتخاباتیش از سال 2016 تا الان دارن پیگیری میکنن، ایشون به وعده‌هایی که داده تقریبا میتونیم بگیم به اکثرش به صورت خوبی حالا عمل کرده، از این جهت که به صورت کوتاه مدت تونسته بیاد نمایش بده تو تلویزیون، آمار نشون بده کوتاه مدت. تنها پرونده‌ای که ایشون مشکل داره پرونده ایران هست. همونطور که شما هم گفتید، ببینید، تو پرونده ایران ایشون درسته که برجام اومد بیرون و اون رو یه قرارداد بدی میدونست، اما الان نه تنها به قرارداد بهتری نتونسته دست پیدا کنه، نه تنها نتونسته جلوی نفوذ منطقه ایران رو بگیره، نه تنها نتونسته جلوی مسائل موشکی ایران رو بگیره. و همینطور باید بگیم که با این عمل تروری که انجام داد، به نظر من هر گونه مذاکره تا قبل از 2020 رو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را کاملا از بین برد. ولی آقای عزیزی، این رو در چارچوب تقابل بین ایران و آمریکا نگاه بکنیم، ایران سیاست صبر استراتژیک رو دنبال میکرد. بسیاری میگن که این سیاست بعد از اتفاقایی که افتاد ناکام موند. ایران داره چی کار میکنه؟ چه مسیر رو برای خودش باز کرده؟ من فکر میکنم هنوز ایران سیاست صبر استراتژیک خودش رو داره. ببینید، حمله ای که شد به پایگاه‌های آمریکا هم در کردستان عراق و هم حالا عین الاسد که مهمترینش بود، خارج از این که تلفات نظامی، چون واقعا تلفات نظامی هم قرار نبود بده، وقتی که شما چند ساعت قبل به نیروهای عراقی میگید، خب اونا مسلما به نیروهای آمریکایی میگن اگه شما مستقیم پایتون نرفته باشید یا از طرف واسطه های دیگه مثل سوئیس و اینها، اگر از طرف حتی به عراقی ها گفته باشه که نیروهای خودشون در اون پایگاه حفظ بکنن و حالا یه مجوزی باشه، حالا نمیدونم مجوز بوده یا نه، ولی حداقل یه هشداری به دولت عراق باشه، خب اونها مسلما به آمریکا گفتن. ببینید، اصلا بحث تلفات گرفتن در وهله اول نبوده، بحث این بوده که به آمریکایی ها نشون داده بشه که اگر پاشون از خطوط قرمز رد بکنن، ایران قدرت زدن از داخل مرزهای خودش و به صورت دقیق. چه خط قرمزی؟ خط قرمز بالاتر از این که شخصی مثل قاسم سلیمانی رو آمریکایی ها از میان برداشتن؟ به نظر من خط قرمز حمله به ایران هست، حمله همه جانبه به خود ایران، مرز ایران، مرز خاکی ایران. در مورد اون حرفی که شما میزنید، حرف درستیه، اما همونطور که گفتم هدف اصلی ایران
و اون مأموریتی که در واقع سعد و سلیمانی داشتش اونهایی بود که ما برشمردیم دیگه، یعنی خروج نیروهای آمریکایی. بنابراین هدف اینه که ما به خروج نیروهای آمریکایی برسیم، نه اینکه با تحریک. ببینید استادی که صحبت کردم قبل از این درست گفتن، اگر تعدادی از نیروهای آمریکایی کشته می‌شدن، این فضایی که الان در واشنگتن دی سی هست که فضای یکسانی نیست بر ضد ایران و بر ضد حرکاتی که آقای ترامپ داره انجام میده، ممکن بود این فضا عوض بشه. چون ببینید برای نیروهای آمریکایی، مردم آمریکا، پابلیک اپینین آمریکا، کشته شدن سربازان آمریکایی خیلی مهمه. شاید یه دونه پهپادشون که 200 میلیون باشه با آپشناش 250 میلیون باشه رو هوا بخوره، براشون انقدر اهمیت نداره که یک دو سرباز آمریکایی کشته بشن. بسیار بسیار ممنونم از هر دوی آقایون، یوسف عزیزی پژوهشگر سیاست خارجی و سیاست گذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک و همینطور احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میسوری. اوکراین خواستار تحویل گرفتن جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری شده که نزدیک به دو هفته پیش در ایران با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد. وزیر خارجه اوکراین میگوید وظیفه ایران این است که در صورت نداشتن امکانات فنی لازم از کشورهای دیگر برای تحویل اطلاعات جعبه سیاه کمک بگیرد. کانادا هم گفته جعبه‌های سیاه باید به پاریس یا کیف بروند. ایران تا امروز پاسخ‌های ضد و نقیضی به این درخواست‌ها داده. قرار است امروز وزیر راه و شهرسازی ایران در این باره با مقام‌های اوکراین صحبت کند. باران عباسی گزارش می‌دهد. خداحافظی با قربانیان اوکراینی حادثه سرنگونی هواپیما به دست سپاه پاسداران. کیف، فرودگاه بوریسپیل. 9 خدمه و 2 مسافر اوکراینی که پروازشان به اینجا ناتمام ماند. تابوت‌هایشان پیچیده در پرچم اوکراین برای خداحافظی دوستان و همکاران در فرودگاهی که در انتظار آمدنشان بود. با گذشت نزدیک به 2 هفته از فاجعه، اوکراین همچنان در تلاش برای یافتن پاسخ اینکه در لحظات منتهی به سرنگونی هواپیما چه اتفاقی افتاد. تحقیقاتی که لازمه آن دسترسی به جعبه‌های سیاه هواپیماست. اوکراین میگوید از پاسخ‌های مقام‌های ایرانی به این درخواست سردرگم شده. بر اساس کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی، تحویل گرفتن جعبه‌های سیاه نه فقط حق ماست، بلکه وظیفه کشوری است که این فاجعه در آن اتفاق افتاده تا تحقیقات را شروع کنه. اگر این کشور امکانات فنی لازم را نداره، وظیفه‌شه که از بقیه کشورها کمک بخواد. ما به عنوان کشوری که بیشترین ضربه را از این فاجعه خورده، می‌خواهیم که جعبه‌های سیاه به ما تحویل داده بشن. هر چی باشه، این جعبه‌ها به یک شرکت اوکراینی تعلق دارند. اینجا در کانادا مراسمی دیگر برای یکی از قربانیان کانادایی این حادثه. کانادا هم که گروهی از کشورهای آسیب دیده از این حادثه تشکیل داده، خواهان دسترسی به جعبه سیاه هواپیماست. وزیر خارجه نگران از اینکه ایران امکانات فنی لازم برای تحلیل جعبه‌های سیاه را ندارد و تاکید بر اینکه ایران باید در همکاری با دیگر کشورها جدی و شفاف باشد. به وزیر خارجه ایران نامه نوشتم تا دوباره روی چیزی که درخواست کانادا و گروه هماهنگی و به عقیده من جامعه جهانی تاکید کنم، اینکه جعبه‌های سیاه به جایی که باید فرستاده بشن، میتونه اوکراین باشه. فرانسه هم پیشنهاد کمک داده تا مطمئن بشیم تخصص فنی لازم برای تحلیل جعبه‌های سیاه موجوده و این کار با شفافیت کامل انجام میشه. آقای شامپاین چند روز پیش هم میزبان مراسمی در نمایندگی دیپلماتیک کانادا در لندن بود برای افزایش فشار بر ایران و حمایت از خانواده بازماندگان. مرگ 57 شهروند کانادا سرنگونی هواپیما را به یک فاجعه ملی تبدیل کرده. کشوری که 8 سال است رابطه دیپلماتیک با ایران ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما میگوید جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را قبول ندارد و کانادا در پیگیری این موضوع کاسه داغ‌تر از آش شده. جای گله است که آنها اینطور با سوء استفاده از این حادثه دلسوز اتباع ایران شدند و خواستار برخی از اقدامات هستند. روابط دیپلماتیک سیاسی دو کشور را در راستای توهماتی که برای آنها پیش آمده بود و فشارهای آمریکا قطع کردند و اجازه نمی دهند که خدمات کنسولی برای اتباع دو کشور ایجاد شود. حال آنها در این گونه مواقع نگران می شوند و کاسه داغ تر از آش. موضع رسمی ایران تا امروز درباره علت حادثه خطای انسانی است. پیشتر بعضی مقام‌های ایران حرف از احتمال حمله سایبری آمریکا زده بودند. حمله‌ای که به گفته آنها ممکن است باعث شده باشد پدافند سپاه هواپیمای مسافربری را با موشک کروز اشتباه بگیرد. با این حال رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران چنین احتمالی را رد کرده.
طبق بررسی‌ها و گزارش مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی اثبات شد و علت سقوط بر اثر حمله سایبری منتفی است. امروز سپاه پاسداران مراسمی برای یادبود قربانیان سرنگونی هواپیما برگزار کرد. نیرویی که اعتراف کرده مسئول شلیک موشک به هواپیمای مسافربری است. مرگ 176 انسان بیگناه. با این حال تا امروز نه اخراجی و نه استعفایی. باران عباسی، بی بی سی. میرویس بلخی وزیر آموزش و پرورش یا معارف افغانستان برای شرکت در نشست سالانه جهانی آموزش در لندن است و از سخنرانهای این نشست. چالش‌های نظام‌های آموزشی برای هماهنگ شدن با تغییرات سریع در جامعه امروز از بحث‌های اصلی این کنفرانس است. ولی نظام افغانستان دچار مشکلاتی اساسی است و کم و بیش متفاوت با بسیاری از نقاط جهان که آموزش به شدت تحت تأثیر سرعت تکنولوژی دیجیتال است. میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان اینجا در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدید آقای وزیر. شما فردا سخنران این نشست هستید. میخواستم ببینم که حرف افغانستان در این نشست چیست که شما میخواهید اون رو بیان بکنید؟ تشکر میکنم. بحث اساسی چیزی که شما هم اشاره کردین در واقع امجهت کردن تمام شاخصهای تعلیم و تربیت در سطح بین المللی هست که در واقع چشم‌اندازهای مختلف باید شریک شود، تجارب مختلف شریک شود. ما در واقع هم به نمایندگی از افغانستان و هم به نمایندگی از کشورهای در حال انکشاف صحبت خود کردم در قسمت از اینکه چگونه ما موازنه میکنیم بین کیفیت و کمیت در قسمت آموزش و پرورش و در این زمان با حرکت بسیار سریع استفاده تکنولوژی در آموزش و پرورش چطور میتونه که کشورهای در حال انکشاف، کشورهای پس از جنگ خودشان را به این کاروان برسانند و در واقع جزو خانواده کلان دیجیتال شدن تعلیم و تربیت باشه. به همو دلیل آمادگی ما هم بیشتر در واقع به نمایندگی همه کشورها هست. دقیقا. ما در افغانستان مشکلات اساسی داریم. در پایتخت مشکل برق هست مثلا. بله. چطور شما همراه خواهید شد با این کاروان در عصری که عصر دیجیتاله؟ ای که دیجیتال سازی تعلیم و تربیت یک ناگزیری هست، ما ای را به عنوان یک اصل در اول پذیرفتیم، به دلیل از ای که در هر وضعیتی اگر افغانستان باشه رفتن به این سمت یک اجبار هست. به امو دلیل آمدیم زمینه های مختلف را مطالعه کردیم، فرصت هایی که امروز داریم در افغانستان با استفاده از تجارب بین المللی تلاش میکنیم که تمام نهادهای حکومتی در افغانستان، تمام وزارتخانه ها با عنوان یک اولویت بسیار بزرگ ملی هر کدامشان موظف شدن که این کمبودهایی که شما اشاره کردین را در واقع تکمیل بکنن. به همون دلیل ما هم در استراتژی دیجیتال سازی تعلیم و تربیت از یک برنامه آزمایشی در سطح شهرهای بزرگ مثل کابل و بلخ و هرات و قندهار و جلال آباد شروع میکنیم و در این زمان آهسته آهسته میریم به سمت استفاده از انرژی خورشیدی در مکاتب که منتظر در واقع نهادینه شدن یا ایجاد پایه های برق و رفتن برق به ولایات اطراف افغانستان نمیشینیم. منتها این جزء طرح کلان دهه معارف هست. به همون دلیل ما تصمیم ما است که تا 1410 خورشیدی در واقع ما هم جزء کاروان کلان بین المللی شویم. چشمانداز 10 ساله وزارت معارف البته خب موضوعات متعددی رو داره، ولی شما مدتی است که کارتون رو شروع کردید. ما یک مصاحبه هم با شما داشتیم در آغاز کارتون. درست است. در این زمینه ای که قراره دربارش صحبت بکنید، در افغانستان تحت رهبری شما چه کاری صورت گرفته؟ در دو بخش ما کار خود ما را آغاز کردیم. بخش اول کارهایی بود که زود میتونست انجام شود. طور مثال بایومتریک کردیم، تمام کارمندان وزارت معارف که در حدود در واقع ما 268 هزار کارمند داریم. در عین زمان بحث ساخت مکاتب را که بحث بسیار مهم بود و از نبود مکاتب و تعمیر مکاتب رنج می بردیم که فیز اولش در واقع در حال تکمیل شدن هست در حدود 2700 باب مکتب.
شهادت نامه ها را الکترونیک ساختیم که یک بخش بسیار مهم بود. معاشات را بانکی ساختیم که در حدود 70% فعلا معاشات بانکی شده در سراسر افغانستان که این پروسه هنوز هم جریان داره. بحث چاپ کتب درسی که یک بحث بسیار مهم بود و نصاب جدید که ریفور میشه در مصاحبه قبلا هم ما صحبت کردیم، در واقع دوره ابتدایی را کتاب‌های خوانش زبان فارسی و پشتو را ما تکمیل کردیم و این به می شکل دوره متوسطه و دوره لیسه هم تکمیل خواهد شد. اینا کارهایی که ما تانستیم تا فعلا انجام بدیم، درجه بندی شاگردان و مسائل اصلاحات پالیسی و بحث ها. اما اساس کار ما سمپوزیوم ملی معارف بود که ما در هفته گذشته تکمیل کردیم. در حدود 1000 نفر تمام کسانی که صاحب نظر بودند، جامعه مدنی بودند، سکتورهای خصوصی، مکاتب خصوصی و اینا را دعوت کردیم به صورت جمعی 3 روز بحث کردیم تا حداقل یک اجماع کلان صورت بگیره و ما سند دهه معارف را تکمیل کردیم که این در واقع خاطرای ما است. آقای وزیر، مشکل بزرگ در افغانستان امنیته، امنیت مکانهای آموزشی هم همینطور. شما در دوره قبل وقتی که گفتگوی داشتیم گفتید که در انتخابات ریاست جمهوری از مدرسه ها یا مکاتب به عنوان محل های رایدهی استفاده نمیشه به خاطر اینکه جلوگیری بشه از اینکه طالبان اونها را هدف قرار بدن. به قول خودتون عمل نکردید. در قسمت ای که معارف دخیل نباشه در مسائل انتخاباتی، فضل خدا ما موفق بودیم. استفاده از مدارس یا حالا مکاتب ما گزینه های زیادی رو مطالعه کردیم. بله، گزینه های زیادی رو مطالعه کردیم که چی بدیل های وجود داره که انتخابات بتانه از مکتب بیرون شوه و در نهادهای مختلف دیگه برگزار شوه و تلاش هم در این قسمت زیاد کردیم که این بدیل ها معرفی شوه. ولی در آخر امر کمیسیون محترم انتخابات در افغانستان و سایر اداراتی که مسئول بودن اجماعاً به این نتیجه رسیدن که جز زیربنای مکتب که میتونه کمک بکنه و در واقع در همه کشورهای دنیا هم معمول است، در هر بدیل دیگه که ما میرفتیم ممکن که انتخابات برگزار نمیشد. شما برخلاف میلتون مجبور شدید. تنها گزینه ممکن امی بود در افغانستان. و مثلا در ولایت نارامی مثل هلمند ده ها مدرسه به عنوان مرکز رایدهی استفاده شد. عواقب اون چی خواهد؟ چیزی که ما نتیجه مثبت گرفتیم و خوب برای ما بود این بود که حداقل کسانی که مخالفت داره با حکومت افغانستان اینا هم به این قناعت رسیدن که معارف خودش سیاسی عمل نکرد و در واقع در این مسائل دخیل نبود. اما او 3 روزی که ما رخصتی اعلان کرده بودیم در واقع فقط از مراکز رایگیری مکتب استفاده شد. در بعضی از موارد حتی پیام‌هایی را هم برای ما روان کردند که ما مطمئن شدیم که شما درگیری مسائل انتخاباتی نبودید. ممنونم از میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان، اینجا در استودیو شما. و اما در ایران اظهارات یک کارشناس درباره ورود شیرهای آلوده به بازار جنجالی شده. این بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از وجود آفلاتوکسین در شیر پاستوریزه خبر داد، سمی که باعث سرطان کبد می شود. اما مقام‌های دولتی و سازمان‌های مسئول حرف او را تکذیب کردند. جزئیات در گزارشی از مریم افشنگ. یک روز صحبت از روغن پالم در شیر پاستوریزه می شود و روز دیگر حرف از وایت ایکس. حالا صحبت از نوعی سم در لبنیات است و کارشناسی در یک برنامه تلویزیونی در ایران از ذرت‌های آلوده و سم‌های خطرناک داخل شیر خبر می دهد. خاطرتون هست حتما چند ماه قبل در همین برنامه خوبتون به بحث آلودگی ذرت‌های وارداتی با آفلاتوکسین پرداخته شد. خب آخر ما متوجه نشدیم که این چند صد هزار تن ذرت وارد کشور شد یا نه، ولی فارغ از این من میدونم ولی نمیتونم بگم، بفهمید. فارغ از این چه ذرت چه هر خوراک علوفه ادامی که آلوده به این سم سرطانزای آفلاتوکسین باشد، نهایتاً این سم وارد شیر میشه. جای تاسف ما در بین 10 کشور منطقه خاورمیانه رتبه آخر رو داریم لحاظ وضعیت آلودگی این سم سرطان زای آفلاتوکسین در شیر. بلافاصله بعد از انتشار این سخنان مقامات و سازمان‌های مرتبط آلودگی شیر را تکذیب کردند، از جمله سازمان ملی استاندارد ایران. ما در سال 98 بیش از 930 مورد
نمونه برداری و آزمون آفلاتوکسین رو در شیر داشتیم. 96% از نمونه هایی که آزمایش کردیم میزان این حد پایین تر از حد مجاز بود. در استاندارد ملی ایران حد مجاز این سم رو 0.1 پی پی بی در واقع دونستن که 96% پایین تر از اون بوده. اون 4% هم که بالاتر بوده باز نزدیک 0.1 بوده، مثلا 0.11 بوده، 0.12 بوده. لذا این خبر اساسا تکذیب میشه. هم وزارت بهداشت درمان داره کنترل میکنه، هم ما کنترل میکنیم. دوستانم در وزارت بهداشت درمان تکذیب کردن، سازمان دامپزشکی هم داره کنترل میکنه. رئیس سازمان دامپزشکی ایران هم گفته تضمین می‌دهیم که همه شیرهای تولیدی در کشور از کیفیت، سلامت و بهداشت کامل برخوردارند و مردم می‌توانند با ضمانت این سازمان از این محصول با خیال راحت استفاده کنند. خواهش می‌کنم فعلا شیر استفاده نکنید و اون بزرگوارانی هم که این اطلاعات رو دارن و دارن این کار رو می‌کنن، اگه فکر می‌کنید کسایی که شیر می‌خورن دشمنان شما هستن، اشتباه می‌کنید. چیه؟ میخواد ما بمیریم؟ روزنامه شهروند در گزارشی مفصل از شکایت فعالان صنعت لبنیات از صدا و سیما خبر داد. این روزنامه در این گزارش به نقل از رئیس اتحادیه دامداران از احتمال تبلیغات سیاه در پشت پرده نوشت. باید مشخص شود که این فرد با چه مدارک و استنادی کسب و کار و بازار گروه بزرگی از تولیدکنندگان ایرانی را به مخاطره می‌اندازد و مدارک و استنادات او تا چه اندازه معتبر و قابل اطمینان است. همین روزنامه در گزارش دیگری به نقل از دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی می‌نویسد در بررسی مسائل تخصصی از مجری که اطلاعات در این باره ندارد استفاده نکنند. انتظار نیست که مجری متخصص باشد، اما باید از مراجع ذی‌صلاح به برنامه دعوت شود تا افراد در مقابل هم صحبت کنند و اینطور موجبات نگرانی مردم فراهم نشود. این هم توییت عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و سخنگوی دولت در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که میگوید در زمان دولت اصلاحات، صدا و سیمای زرقامی در هماهنگی با قاچاقچیان گوشت به دروغ موضوع گوشت‌های آلوده را مطرح کرد و صنایع گوشت کشور و اغذیه فروشی‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش برد. تمام ماجرا دروغ بود. گفته می شود ایران 11 تولید کننده شیر صنعتی در دنیاست و استانداردهای سخت گیرانه‌ای برای تولید شیر دارد. چندین سازمان از جمله سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو بر تولید شیر نظارت دارند. البته این نظارت ها و سخت گیری ها بیشتر بر دامداری صنعتی تمرکز دارد و نه دامداری سنتی. مریم افشنگ، بی بی سی. دکتر پیام محبی، دامپزشک از تهران با ما هستن. آقای محبی، شما در تهران هستید، با موضوع هم آشنایی کامل دارید. از نظر شما چقدر موضوع جدیه؟ والا این موضوع پخش یه همچین مسئله در تلویزیون رسانه ملی ایران به نظر من بیشتر به جوک میخورد، ولی واقعا این اتفاقی که در امتداد این افتاد و این شیرگریزی که در کشور به وجود آورده واقعا به نظر من یه فاجعه ملی میتونه باشه. چه دلایلی ممکنه پشت این موضوع باشه اگر از نظر شما تا این اندازه بی اساس موضوع؟ ببینین، دلایلش خیلی چیزا میتونه باشه. شاید بحث اقتصادی باشه، شاید خیلی چیزه. کمان که اگه خاطرتون باشه 5-6 سال پیش وزیر بهداشت اون موقع اومدن اعلام کردن در یک مصاحبه مطبوعاتی که شیرهای پاستوریزه کشور پالم توشه، که واقعا نبود توش. خب به نظر من خیلی از عوامل دستن در کارن که بعضی از صنایع رو دچار خسران کنن، مضافن این که خب خیلی از بیماری ها به وجود میاد در امتداد این مسئله. و خیلی برای من جالبه تو گزارش، مثلا طرف گزارشگر به خودش اجازه میده میگه فعلا یه هفته شیر نخوریم، اصلا فاجعه است این صحبت. و واقعا استانداردهای ما در ایران بالاست و من از همینجور میتونم به قطعیت به همه دوستان میگم با نظارت هایی که تو ایران هست در مورد آفلاتوکسین به خصوص در مورد شیرها، هیچ نگرانی در ایران در شیرهای پاستوریزه وجود نداره. تو شیرهای سنتی ممکنه خیلی چیزا باشه، ولی تو شیرهای پاستوریزه قطعا نیست. خب همینه، بین دامداری سنتی و دامداری صنعتی گفته شد که باید فرق قائل شد. حالا اگر چه این چیزی در دامداری سنتی باشه، فرد مصرف کننده یا حالا کسی که میخواد توضیح بکنه، اینها راهی دارند که تشخیص بدن، یعنی که حتما باید به یک آزمایشگاه مراجعه بشه؟
نه واقعا فرد به صورت خودش نمیتونه بفهمه که توی شیر چه چیزهایی هست. توی استانداردهای ما مشخص شده که توی شیرهای صنعتی که تولید میشه، شیرهای پاستوریزه، چه بار میکروبی میتونه باشه، چه میزان چربی، حالا حتی مواد دیگه، حتی آفلاتوکسین میتونه باشه که میزان آفلاتوکسینی که تو استاندارد ایران تعریف شده 1/5 اون چه استانداردیه که در آمریکا وجود داره. درسته دو برابر استاندارد اروپا تقریبا، ولی 1/5 استاندارد آمریکا. چون فرق میکنه. بخاطر اینکه آنچنان هم شاید نگران کننده این داستان نباشه. ولی شخص نمیتونه بفهمه و فاجعه بارتر اینه که در لبنیات سنتی به هیچ عنوان شخص نمیتونه بفهمه. ببینید شما حتی اگه از لبنیات پاستوریزه دوچار خسران بشین، یعنی بدین آزمایشش کنین، حتی تشخیص بدین تو این ماده خارجی وجود داره، هر نوع آلودگی، شروع اون بچ نامبر داره، تاریخ تولید داره، تاریخ انقضا داره، کارخونه داره، همه اینا مشخصه که کی تولیدش کرده، از کجا آمده. در حالی که لبنیات سنتی یک کیسه شیر به شما میدن روش هیچی نیست، یا کیسه فریزر، چجوری میخوان حتی پیگیری کنین؟ و یه واقعیت وجود داره، کشور ما کشوریه که مردمش تقریبا شیرگویی در، متاسفانه مصرف سرانه شیر ما 60-70 کیلوه، در حالی که تو کشور پیشرفت اروپایی الان بالای 250-300 کیلو شده. و ما حتی اگه دقت کرده باشین از شیر به عنوان کلمات منفی به کار میبریم خیلی جا، یعنی به طرف میگیم دهنت بوی شیر میده، میگیم برو کشک تو بساب، برو، طرف مثل ماست میمونه. توی همچین شرایطی با این جو فعلی جامعه که عدم اطمینان همه جا داره موج میزنه، پخش همچین برنامه واقعا به نظر من جای سوال داره. ممنونم از دکتر پیام محبی، دامپزشک از تهران با ما. 4 نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا گفتند که پیشنهاد جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا از نظر آنها قابل قبول نیست و سلب میزبانی را حتی به صورت مقطعی نمیپذیرند. تیم‌های استقلال تهران و شهر خودروی مشهد این هفته قرار بود با نمایندگانی از کویت و بحرین روبرو شوند. اگر تیم‌های ایرانی در نهایت نتوانند با عالی‌ترین نهاد فوتبال آسیا به توافق برسند، ممکن است محرومیت‌های سنگینی برای آنها و سایر شخصیت‌های حقوقی فوتبال ایران در نظر گرفته شود. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. اگر شرایط همین گونه پیش برود، احتمالاً این یکی از آخرین مسابقه‌های نمایندگان ایران در مهم‌ترین بازی‌های باشگاهی قاره خواهد بود. لیگ قهرمانان آسیا با الگوبرداری از مدل موفق اروپاییش روز به روز بزرگتر می‌شود و در ایران هم هواداران زیادی را به استادیوم‌ها یا پای تلویزیون می‌کشانند. مسابقه‌هایی که سود مالی مناسبی برای کنفدراسیون فوتبال آسیا به همراه داشت و تعدادی از بهترین بازیکن‌ها و مربیان فوتبال جهان در آن حضور دارند. هرچند موفقیت تیم‌های ایرانی در آن کم رنگ بوده و آخرین قهرمانی به 27 سال پیش برمی‌گردد، وقتی که تیمی به نام پاس تهران وجود داشت. ایران در سال‌های اخیر در شهرهای مختلفی پذیرای این بازی‌ها بوده، از تبریز و اهواز گرفته تا تهران و اصفهان، اما شرایط فرق کرده. با افزایش احتمال جنگ بین ایران و آمریکا و ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران، بسیاری نگران ایمنی سفر به ایران شدند و بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا فعلا تصمیم گرفته مسابقه هایش را در ایران برگزار نکند. تصمیمی که از نظر مقام های ورزشی و سیاسی ایران ظالمانه است. NFC گفته بازی رفت برگزار بشه، بعد برگشت رو در خصوصش تصمیم گیری میکنن. این موضوع واقعیت داشت؟ نه دیگه، تضمینی وجود نداره. اومدیم و برگزارشیم، بازی برگشت، گفتن باز امنیت نیست. اصلا زیر سوال میریم و زیر این بار ظلمی که NFC داره به فوتبال ایران میکنه نمیریم. مدیران تیم ها میگویند این تصمیم را برای هواداران گرفتند، هرچند اظهار نظر شخصیت های نظامی و سیاسی ایران ابعادی غیر ورزشی به این ماجرا میدهد. این شواهد دقیقا نشون میده که این تصمیم یک تصمیم کاملا ورزشی یا حتی نسبتا ورزشی نبوده. مثلا میشه به ادعای برخی از کارمندان و مدیران این 4 باشگاه اشاره کرد که در رسانه ها داشتن و همینطور اظهار نظر عجیب آقای انصاری فرد و آقای خلیلی زاده بعد از اینکه امروز از ساختمان فدراسیون فوتبال بیرون اومدن و وقتی ازشون پرسیدن که متن نامه ای که شما جواب دادین چیه، گفتن که ما در جریان نیستیم، میتونین از فدراسیون فوتبال بپرسید.
بپرس، این نامه در کمتر از 2 ساعت در حقیقت ارسال میشه به جوابی که آقای دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا داده. اظهارات آقای عراقچی و همینطور آقای ظریف هم در مورد اینکه این تصمیم، یعنی تصمیم سلب امتیاز میزبانی از ایران، سیاسی و غیر ورزشی بوده، نشون میده که این تصمیم گیری از نهادی به مراتب بالاتر از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال انجام شده. و الان امضایی که 14 باشگاه انجام دادیم در فدراسیون بهش پایبندیم، در هیچ کشور به غیر از ایران که به عنوان اینکه بریم اونجا بازی کنیم بازی نخواهیم کرد و این اتفاق نخواهد افتاد و تنبیه ذلت نخواهیم داد. من دیروزم در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران عرض کردم. ناگهان فوتبال ایران وارد بازی خطرناکی می شود. جدالی که فدراسیون فوتبال ایران را مقابل مافوقش کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار می دهد. همان کنفدراسیونی که نایب رئیسش همچنان یک ایرانی است و در مسائل مختلف بارها برای ایران استثناء قائل شده است. صحبت‌های چند روز اخیر شخصیت‌های سیاسی و ورزشی ایران یک شاه کلید داره و اون هم عربستان سعودی هستش. برای اولین بار طی چند سال اخیر شاهد این هستیم که کارشناسان عربستانی دارن در توییت‌های خودشون اظهار ناراحتی می‌کنن از اینکه فوتبال ایران محروم شده. یه بخشیش برمیگرده به مسئله اینکه خب به هر حال ناراضی هستن از اینکه مسائل سیاسی وارد شده، یه بخش دیگه‌ایش در حقیقت خودشون رو دخالت داده شدن در امور سیاسی، یه بخش دیگهش برمیگرده به این مسئله که اصلا فوتبال عربستان از سلب میزبانی ایران ضرر میکنه به خاطر اینکه حریفای دیگه مقابل ایران مدعی میشن. وقتی اینا رو کنار هم دیگه قرار میدیم و اظهار نظر داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا رو میبینیم که اونها هم اعلام کردن حاضر به سفر به ایران در این شرایط نیستن، متوجه میشیم که اونقدر هم که آقای ظریف و آقای عراقچی و آقای سلطانی فر مدعی هستن، این مسئله سیاسی نیست، بیشتر به یک مسئله ورزشی شباهت داره. ماجرایی که در بدترین حالتش میتواند پای تیم ملی را هم وسط بکشد و نتیجه جز شکست نداشته باشد. پوریا جعفر، BBC. امروز 30 سالگرد درگذشت هایده خواننده نامدار ایرانی است. شبکه آلمانی WDR یادی از این خواننده کرده. رعنا منصور که برای ضبط آهنگی از هایده با ارکستر رادیوی این شبکه به آلمان دعوت شده، با اجرای آهنگ سوغاتی نام او رو بار دیگر زنده کرده. با این اجرا 60 دقیقه امشب رو به پایان می‌بریم. بی تو میگیره نفسم، مگه تو رو داشته باشم.
هرچی میخوام میرسم.